درز خبر تجاوز جنسی جنرال مبین بر یک کودک در ارزان قیمت. عامل نشر خبر تجاوز او همگانی شد. شرکت هوایی آریانا پروازهایش از کابل به اسلام آباد را آغاز کرد. تجهیز جنگنده های F-35 آمریکا و بمب‌های هسته‌ای برای مقابله با روسیه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. احمد زبیر ربیب‌زاده روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: جنرال مبین عضو گروه طالبان بر یک کودک خردسال در منطقه ارزان قیمت از مربوطات حوزه 12 شهر کابل تجاوز کرده است. تاجالدین سروش همچنان نگاشته است: یک نامه رسمی از حوزه 12 امنیتی و قماندانی امنی کابل به دست افغانستان انترنشنل رسیده است که نشان می‌دهد شکایت علیه جنرال مبین از مقامات شناخته شده امارت اسلامی طالبان تنظیم شده. او متهم از روز دوشنبه 9 اقرب به یک پسر خردسال در منطقه ارزان قیمت کابل تجاوز کرده است. اما رزاق مامون روی وبلاگ رسمیش نگاشته است: شبکه حقانی جنرال مبین را قصدی افشا کرده است. گزارش نامه افغانستان خبر می دهد که مورد مطرح شده در نامه رسمی حوزه 12 پلیس علیه جنرال مبین چهره تلویزیونی طالبان حقیقت دارد. اما این برنامه نظر به اختلافات فزاینده بین جنای حقانی و فرکسون قندهاری های طالبان قصدن به مطبوعات مجازی فاش شده است. در مراسله رسمی و قماندانی امنی کابل گفته شده است که جنرال مبین به تاریخ 9 اقرب بالای یک پسر خردسال در منطقه ارزان قیمت کابل تجاوز جنسی کرده است. در نامه ذکر شده است که ارتکاب تجاوز جنسی از سوی یک مقام شناخته شده امارت اسلامی یک موضوع حساس است. فرد وراج به نام جنرال مبین که مدعی بود که از فرد حس انتقام گوشت پنشیری ها را سیر سیر می خورد، مردم پنشیر را قوم یهودی بنی قریظه لقب داده بود، اینک در تنش‌های میانگروهی بین دو فرکسون طالبان به عنوان نخستین قربانی رسانه‌ای انتخاب شده است. گزارشنامه افغانستان اطلاع می‌دهد که جنرال خودخوانده به نام مبین از دوران کودکی در کمپ جلوزه پشاور زندگی کرده و در کودکی و نوجوانی مفعول و معتاد به لواطت بوده و است. کسانی که در کمپ جلوزه زندگی کردن از احوالات وی با خبرند که مبین بچه ملا زبطو در بداخلاقی و ماجراجویی های داخل کمپ شهرت داشت. وی بارها توسط انتظامی های همان کمپ زندانی شده بود، ولی ملا زبطو با زور میانجی های او را از توقیف بیرون میکرد. موارد و روایات زشتر و زننده‌تر از این درباره مبین خان وجود دارد که نوشتن آن قباحت دارد. گزارش می‌گوید که پدر مبین ملا زبطو نیز در کودکی مفعول بوده است، اما پدر کلان مادری مبین مولوی یوسف شخص نیکنام بود. همیشه از بداخلاقی این خانواده شکایت ها سر می‌داد و پشیمان بود که چرا دخترش را به زبطو داده است. این گونه افراد لواطت‌کار در لشکر طالب ها زیاد است، اما مبین قربانی رقابت لاعلاج بین شبکه حقانی با جنای قندهاری ها شده است. چون جنرال مبین از کانال مولوی منصور با فرکسون سرکش قندهاری ها وصل است و علیه شبکه حقانی در مجالس متعدد گفته که خانواده حقانی حتی زنهایشان جاسوس پاکستان هستند. شرکت هوایی آریانا پروازها از کابل به اسلام آباد را هفته دوبار آغاز کرد. این شرکت دولتی دیروز گفت پروازهای خود را به روزهای پنجشنبه و دوشنبه تنظیم کرده است. قبلا شرکت هوایی خصوصی کامیر هفته 5 بار بین کابل و اسلام آباد پروازهای خود را از سر گرفته بود. شرکت هوایی آریانا در این هفته پروازهای خود را به شهر دبی امارات عربی نیز آغاز کرده است. قیمت تکت طیاره شرکت هوایی آریانا از کابل به اسلام آباد $400 و از اسلام آباد به کابل $100 است. قبلا نرخ تکت طیاره هوایی بین المللی پاکستان یا پیای بین کابل و اسلام آباد از $300 به $2000 افزایش یافته بود که انتقادهای زیادی را در پی داشت.
تجهیز جنگنده های F-35 آمریکا و بمب‌های هسته‌ای برای مقابله با روسیه. جنگنده های نسل پنجم F-35 لایتنینگ 2 آمریکا برای مقابله احتمالی با روسیه و بمب‌های حرارتی هسته‌ای B-61-12 تجهیز می شود. با گزارش سپوتنیک به نقل از مجله پاپیولر مکانیکس، جنگنده های نسل پنجم لاکهید مارتین F-35 لایتنینگ 2 آمریکا برای حمله به روسیه بمب‌های حرارتی هسته‌ای B-61-12 دریافت می کنند. B-61-12 یک بمب هسته‌ای تاکتیکی است که برای انهدام پناهگاه‌های محافظت شده دشمن با دقت بالا طراحی شده است. قدرت این سلاح‌ها در معادل TNT طبق گفته این مجله از 50 کیلوتن تجاوز نمی کند. و در پایان، فنلند مهاجران افغان را اخراج نمی کند. این تصمیم پس از ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان گرفته شده است. با گزارش سپوتنیک، اداره مهاجرت فنلند به گونه موقت تصمیم گرفته است تا مهاجران افغانستان را از این کشور اخراج نکند. در بیانیه این اداره آمده است، سرویس مهاجرت دستورالعمل‌های جدیدی را برای صدور تصمیم در مورد درخواست پناهندگی و اجازه اقامت از افغان‌ها ارائه کرده است. تصمیمات منفی به گونه موقت برای اتباع افغان که منجر به اخراجشان از این کشور شود، گرفته نمی شود. این تصمیم پس از ارزیابی این اداره از وضعیت امنیتی افغانستان گرفته شده است. در ماه جولای برای اولین بار اداره مهاجرت فنلند در خصوص افغان‌ها چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و بهروز و سرفراز باشید.